ریتم های انسانی به مجوز نیاز ندارند. دادستان تهران موقتاً برگزاری کنسرت موسیقی را با اخذ تضمین و وثیقه آزاد کرد. کنسرت موسیقی در ایران مثل یک زندانی سیاسی است و دادن مرخصی چند روزه به او بدون وثیقه ممکن نیست. لغو کنسرت موسیقی مثل لغو آزادی بیان، لغو آزادی نشر، لغو علوم انسانی و صدها لغو دیگر در لیست وظایف حکومت دینی است. نیش عقرب نه از سر کین است، اما نیش این حکومت از سر کینه با دور همیهای شادمان است. چرا باید دست به سینه ایستاد و حق برگزاری کنسرت را گدایی کرد؟ چرا باید زانو زد و برای برگزاری کنسرت سالار عقیلی و حافظ ناظری التماس کرد؟ چرا باید برای آزاد شدن آوازخوانی زنان تعظیم کرد؟ چرا باید مثل حسین علیزاده در آغاز کنسرتش در تالار وحدت لباس طلبگی پوشید؟ ادبیات هنری را با ادبیات دینی آشتی داد و به هیکل متولیان موسیقی دخیل بست. چرا باید مثل حسین علیزاده فلسفه وجودی موسیقی را به دفاع مقدس و مدافعین حرم و اعتقادات پوسیده دینی ربط داد؟ برای گرفتن حق برگزاری کنسرت، برای گرفتن حق شادی، برای گرفتن حق عشق ورزی و برای گرفتن حق نفس کشیدن نباید لباس طلبگی به تن کرد. نباید ادبیات هنری را به دلالان دینی ارزان فروش کرد. نباید به سبک نوح خانان شاه عبدالعظیم مطالبه آزادی را با اشعار حزین لاهیجی تزیین کرد تا شاید شجره علم الهدی دلشان به رحم بیاید، زانویشان بلرزد و مثل سکه ای که در کاسه گدائی می اندازند مجوزی در کاسه این و آن بیاندازند. برای گرفتن آزادی نباید مثل حسین علیزاده لباس طلبگی پوشید. باید مثل حسین پناهی لباس طلبگی از تن درآورد، آزادانه نفس کشید، آزادانه فریاد کشید و هنر آزاد را خلق کرد. ششم شهریور سال روز تولد حسین پناهی بود. او مدتی لباس طلبگی پوشید، اما در یک لحظه ماندگار انسان بودن را برگزید. لباس طلبگی را به گوشه پرت کرد، ادبیات سیاه دینی را از قشر خاکستری مغزش پاک کرد و به متن سفید زندگی برگشت. زندانی سیاسی موسیقی به مرخصی 3 روزه احتیاج ندارد. او برای آزادی بی قید و شرط، برای آزاد زیستن در متن سفید زندگی، برای خلق ریتم‌های انسانی، برای خلق شادی حریف می‌طلبد.